کتاب حافظ و شاخ نبات خان سلطان در آتش افکار و حدسیات گوناگون امید بخش و یه اصاوری چرا نمیآید او که بیش از من در اشتیاق این دیدار بود چه پیش آمدی کرده و اتفاقی برایش روی داده آشفته و افسرده به خانه برگشت تا صبح در جستجو بود که علت نیامدن جوان را پیدا کند صبح روز بعد به تصور اینکه شاید خدای نکرده اتفاق سوئی برای جوان روی داده آزم دکان نانبایی شد اتفاقا موقعی رسید که شمس دین اشعار خود را در جلوی دکان بزاز میخواند و مردم شوخی و تفریح میکردند و سر به سرش میگذاشتند شتاب زده به خانه پیرزن رفت تا ظهر که جوان نان بیاورد علت نیامدنش را جویا شود و قرار ملاقات بگذارد در ساعت معهود صدای در کوچه بلند شد خان سلطان که سعی می کرد تشویش و استراب خود را ظاهر نسازد رفت و در را باز کرد. ناگهان از شدت خشم و حیرت زد به جای جوان خمیرگیر پیرمردی دو عدد نان به دستش داد و گفت پولش را بدهید. خان حال کسی را داشت که دهان برای شهد و شکر باز کند و ناگهان چیزی تلختر از زهر در کامش بریزند. چطور امروز نان را شما آوردید پس آن جوان هر روزی چه شد؟ پیر مرد گفت بعد از این نان شما را من خواهم آورد او کارش زیاد است و دستش نمی رسد. دنیا در نظرش تیره و تار گردید تا آن روز به هر کاری دست زده و هر هدفی را تعقیب کرده بود موفق و کامیاب شده بود اطمینانی که به فراست و روشن بینی خود داشت یقین کرده بود که دل از کف جوان رو بوده و وی با سر به دیدارش خواهد آمد آیا من اشتباه کرده بودم؟ نه من هرگز اشتباه نمیکنم عشق و محبت از سر و رویش میبارد مسلما او که به جهاتی نتوانسته یا ترسیده به دیدار هم بیاید اکنون بیش از خود او من در آتش حسرت میسوزم باید راضی در این کار باشد و الا چطور ممکن است یک جوان ساده و ندار عشقی همچون من دختری را که همه دختران شیراز به حسن و جمالم حسد میبرند را رد کند آری قطعا مانعی در کار است که صد راه طفل معصوم شده چطور از فردا به دیدارش بروم باید علت نیامدنش را جویا شوم و به آن مانع لعنتی پی ببرم و در رفعش بکوشم ولی نه صلاح نیست ممکن است جوان از ترس همان مانع آب پاکی بر سرم بریزد و مرا به کلی از خود براند مدتی فکر کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که لابد زنی یا دختری بهتر از من شیفته ی او شده و او را به دامی انداخته و راه فرار از دام را هم از هر طرف به رویش بسته است. هرگز در عمرش با چنین بنبستی روبرو نشده بود از یک طرف بر خود واجب میشه مرد که هرچه زودتر نزد اموی شیخ ابو اسحاق برود و موجبات فتح او را در جنگ با امیر مبارز دین محمد و تسخیر شهر یزد فراهم آورد از طرف دیگر با آن غرور و همت بلندی که داشت و علاق مندی که به جوان پیدا کرده بود حاضر نبود در این عشق بازی یا به قول خودش هوس بازی شکست بخورد خوب میفهمید و حس می کرد که اگر در این راه به مراد دل نرسد ناراحت و گرفتار خواهد بود تصمیمش را گرفت باید این مانع و صد راه را که حتما زن یا دختریس را پیدا کنم و از میان ببرم در اینجا با مسرت خاطر به یاد آورد روز اول که با لباس مردانه در شهر می گشت جوان را در مقابل دکان بزازی متصل به نانوایی دید که مشغول خواندن اشعارش بود خان سلطان که از جوان خوشش آمده بود از مردی که بغل دستش قرار داشت جویای اوزا و احوال جوان خمیر گیر شد و آن مرد ضمن صحبت گفت که با جوان همسایه هستند و در محله درواز کارون منزل دارند صبح روز بعد که میدانست جوان سر کار است و مادرش تنها در خانه می باشد در معیشت پیرزن صاحب خانه که تعلیمات و دستورات مفصلی به او داده بود و هر دو چادر و لباس مردم متوسطی را در برداشتند به سوی دروازه کارون به راه افتادند. پدر شمسدین که گفتیم خاج بهاءالدین نام داشت در زمان خود یک بازرگان معتبر و معروف تر از آن بود که در آن محل کسی نشناسدش. این است که خان سلطان به سهولت خانه جوان را پیدا کرد و در زد زن سالمندی که از رخسارش معلوم بود در جوانی زیبا و خوشگل بوده و جامعه ارزان و تمیزی در برداشت در برویشان گشود. سیمای مهربان و خونگرمی می داشت با دیدن دو زن قریب لبخندی زد و پرسید چه فرمایشی دارید؟ خان سلطان قیافه خسته و درمانده ای به خود گرفت و با لحن مظلومانه گفت ما خیلی راه رفته این من هیچ ولی مادرم خسته و کوفته شده خیلی هم تشنه است اگر زحمتی نیز یک جرعه آب به ما بدهید خدا عوضتان بدهد زن رفت و با یک کاسه سفالین پر از آب برگشت پیرزن با اینکه تشنه اش نبود به زور چند جرعه آب نوشید نفسی تازه کرد کاسه را با اظهار تشکر و دعای خیر به دست صاحب خانه داد طبق دستوری که از خان سلطان داشت همانجا ناله کنان ظاهرا برای رفع خستگی دم در بر زمین نشست خان سلطان دهان باز کرد تا اجازه بخواهد وارد خانه شوند و لختی در گوشه حیات آن خستگی در کنند ولی زن صاحب خانه که در حیات پرنشات شوهر مرحوم بیا و بروی داشت و کمتر خانه اش خالی از مهمان بود روی همان سیره مهمان نوازی خود پیش قدم شد با لحنی ها از محبت و صدق و صفا گفت حالا که خسته اید هرچند خانه محقر ما قابل شما را ندارد بفرمایید استراحت کنید وارد شدن زن خواست پلاسی در گوشی حیات پهن کند ولی خان سلطان که مایل بود وضع خانه و زندگی جوان را خوب ببیند گفت هر دو خیلی راه رفته و عرق داریم میترسیم سرما بخوریم بهتر است به اتاق برویم اتاق کوچکی بود با اساسی ارزان قیمت و مندرس ولی تمیز با گلیم کهنه فرش کرده بودند در یکی از تاخچه ها چند کتاب اوراق شده کنار هم چیده شده بود سر صحبت باز شد و پیر زن پرسید شما شوهر دارید صاحب خانه آهی از سوز دل کشید و جواب داد سال هاست که به رحمت خدا رفته اولاد چند تا دارید سه پسر دارم دو نفرشان که بزرگتر هستند بعد از مرگ پدر میراث او را که کم هم نبود حیف و میل کردند و بعد هر کدام برای پیدا کردن کار به ولایتی رفتند اکنون من هستم و پسر کوچکترم که نان آور من است خدا حفظشان کند این پسرتان چه کاره است خمیرگیر نانوایی استفلک عاشق تحصیل و سواد است روزها در مکتب خانه مجاور نانوایی درس میخواند میگوید میخواهم تمام قرآن را از اول تا آخر حفظ کنم ماشاءالله چرا برای زن نمیگیرید من یگانه آرزویم همان عروسی پسرم است خیلی دلم میخواهد عروسی داشته باشم که مونس من باشد و از این تنهایی کشنده رهایی یابم ولی چه کنم که شمس دین زیر بار نمی رود؟ پیر زن گفت چرا آنطور که میگویید گویید آیدیش هم بد نیست؟ مادر شمس گفت صحبت سر آیدی نیست چند نفر از دوستان پدر مرحومش که دختران خوشگل و نجیبی دارن حاضر شدن دخترشان را بدون کمترین توقع و خرجی به شمس دین بدهند حتی یکی با مرحوم خاج به الدین شوهرم داد و ستت داشته حاضر شد یک خانه حسابی با اساسی کامل به دخترش جهاز دهد و تمام مخارج عقد و عروسی را هم خودش بپردازد با این حال پسرم قبول نکرد پیر زن گفت شاید دختر زشت بوده و پدرش میخواسته او را از سر باز کند و آبش کند مادر شمس گفت اتفاقا من خودم بارها دختر را دیده ام به هز شما نباشد خوشگل و بانمک است خیلی هم خواستگار دارد پدرش میگوید که شمس دین را از آن جهت به دامادی پسندیده که یک جوان پاکدامن و خداشناس و نجیبی است میگوید حیف چون این جوانی خمیرگیر نانوایی باشد من حاضرم او را در تجارت با خود شریک کنم پیرزن گفت پس با همه این مزایا و محسنات چرا پسر شما لگد به بخت خود میزند؟ مادر گفت میگوید من زیر بار منت کسی نمیروم نان زن را نمیخورم پیر زن گفت آیا پسرت دختر را دیده؟ مادر گفت بلی دیده و تصدیق دارد که خوشگل و قشنگ است پیرزن گفت حیف مادر شمسدین با سیمای افسرده و اندوهناک خاموش شد مدتی به سکوت گذشت خان سلطان موقع را برای تحقیقات وزیر پاکشی مختنم شمرد و لبخندی به روی زن زد و گفت شاید پسرت دل به دیگری باخته است مادر شمسدین آهی از جگر کشید و گفت ماشاءالله شما دختر باهوشی هستید همینطور است که میگویید نمیخواستم راز دل پسر نادانم را باز کنم ولی به شما میگویم تا عقده دلم باز شود میدانید پسرم نان یک عده از مشتریان نانوایی را به در خانهشان میبرد در یکی از این خانه ها دختری را دیده و یک دل نه دل عاشقش شده و حال نزدیک به یک سال است که در آتش این عشق میسوزد. مدتی بود که میدیدم دیدم قالبن متفکر و اندیشناک است با من کمتر حرف میزد چند بار پرسیدم که پسرم چرا متفکری دیگر مثل سابق با مادرت نمیگویی یا نمیخندی آیا دردی و غمی به دل داری هر دفعه که این سؤال را میکردم در جواب من آه میکشید برق اشک از چشمانش میدرخشید سر به زیر میانداخت و آهسته وزیر لب میگفت چیزی نیست مادر ناراحت نباش یک روز با دیدن روی افسرده او که روز به روز پج مرده تر می شد جگرم آتش گرفت دست به گردنش انداختم و گریه را سر دادم و گفتم چرا غم دلت را از من که مادرت هستم پنهان می کنی اگر به من نگویی که چه درد و غمی به دل داری شیرم را حلالت نمی کنم پسرم خیلی مرا دوست دارد وقتی مرا بدانسان گریان و نالان دید رویم را بوسید و گفت من نمیخواستم که تو در غم من شریک باشی حال که اصرار داری بنشین تا برایت تعریف کنم آنگاه با حسرت و آه تعریف می کرد که یکی از مشتریان دختری دارد که من در همان نگاه اول دل و دین از کف دادم و عاشق و بیقرارش شدم هرچه در این مدت سعی کردم عشقش را فراموش کنم موفق نشدم حال در آتش این عشق میسوزم و نمیدانم که کارم به کجا خواهد کشید این را که شنیدم پرسیدم آیا دختر هم تو را دوست میدارد طفلک از این سؤال من لبخندی زد و جواب داد خدا داناست ولی گمان میکنم که او هم نظرش مرا گرفته است چون از رفتار و گفتارش بوی مهر و محبت شنیده میشود گفتم پس چرا معطلی حال که محبت دو سر می باشد بگذار بروم خواستگاری و عروسی تو را که یگان آرزوی من است به راه بیندازم پسرم دست باچه شد و گفت هرگز این کار را نکن که صلاح نیست ما و خانواده دختر در یک طبقه نیستیم و برای هم نمی آییم. پدر دختر هرگز راضی نمی شود دخترش را به یک خمیرگیر نانوایی دهد پرسیدم مگر پدرش چه کاره است جواب داد در زمان سابق شغل دولتی داشته و از دبیران حکومتی بوده ولی بعدها شغل دولتی را به جهاتی ترک کرده و اکنون معلم سرخانه است و از زندگیشان خوب است باقی در حومه شهر و ظاهرا املاکی هم در اطراف شیراز دارند پیداست که همچون آدمی هرگز راضی نمی شود دخترش را به جوانی بدهد که در هفت آسمان یک ستاره هم ندارد گفتم پس چاره چیست تا زود است فکر این دختر را از سر بدر کن مسلما پدر و مادر دختر راضی نمی شود که دخترشان در خانه بماند و ترشیده شود حتما او را شوهر خواهند داد آن وقت چه می کنی؟ پسرم در اینجا آهی کشید و گفت دلم به این خوش است که دختر قول داده جز من به دیگری شوهر نکند گفتم تو هم که با این شغل کوچک و مزد ناچیز قادر نخواهی بود با او عروسی کنی جوابی که داد این بود خدا کریم است نشانی های خانه دختر را از پسرم گرفتم و رفتم و به هر زحمتی بود چند کلمه باهاش صحبت کردم شکلش بد نیست می شود گفت که خوشگل است البته به پای شما نمی رسد عجیب است که این دختر از حیث شکل و شمایل شباهت قریبی به شمس دین من دارد دخترک که خیلی نجیب و مهربان به نظر می رسید به من هم اقرار کرد که شمس دین را دوست دارد و شب و روز دعا می کند که خدا گشایشی در کار شمس دین انایت کند تا به تواند عروسی به راه بیندازد. خان سلطان که اطلاعات تکان دهنده ای به دست آورده بود بی اختیار به هیجان آمد و پرسید اسم پدر دختر و اسم خودش چیست خانهشان کجاست مادر گفت اسم پدر دختر صدر دین احمد و اسم خود دختر شاخ نبات است خانهشان هم نزدیک دروازه اسفهان واقع شده آنجا معروف است و همه می شناسندش مادر شمس که دهانش گرم شده بود گفت پسرم اخلاق عجیبی دارد چند روز پیش بر خلاف معمول با روی خندان به خانه آمد و گفت که خبر تازه دارم امیر خسرو برادر شیخ ابو اسحاق دختری دارد به نام سلطان که میگویند خیلی خوشگل و زیبا میباشد خان سلطان در جایی مرا دیده و نمیدانم روی چه فکری هوس کرده که مرا نزد خود ببرد و حاجب درگاهش کند مردی را فرستاده بود تا مرا با وعده های فریبنده از قبیل مواجب زیاد و رخت و لباس زردوزی و همه نوع ناز و نعمتی راضی کند ولی من ردش کردم و زیر بار نرفتم من که این را شنیدم گفتم پسرم این یک محبت الهی بوده تو می توانستی در خانه همان خان سلطان درندک زمانی ثروتی به هم بزنی آن وقت به خواستگاری شاخ نبات می روی و قطعا پدرش دو دستی دخترش را تقدیم تو میکرد کرد اما خندید و جواب داد مادر جان هنوز مرا نشناخته ای من اهل تعظیم و دست به سینه ایستادن نمی باشم از آن گذشته آزادیم را به هیچ قیمتی نمی فروشم دو روز پیش هم باز با خنده به خانه آمد و پرسید مادر آیا من خیلی خوشگل هستم من هم با خنده جواب دادم در نظر من تو زیباترین و رعناترین جوانان شیراز هستی باز تازه چه اتفاقی افتاده خندید و گفت مشتری تازه ای پیدا کرده ام که دختری دارد راستی مثل ماه شب چهارده میماند. این دختر نسبت به من اظهار مهر و محبت نمود راستی اگر عشق شاخ نبات را به دل نداشتم عاشق این دختر می شدم ترسیدم کار به جاهای باریکی بکشد که اهلش نیستم بدین جهت تصمیم گرفتم دیگر پا به در خانه آنها نگذارم همین کار را هم کردم و حال نانشان را به توسط شخص دیگری میفرستم اما از حق نباید گذشت که دختر خیلی زیبا و دل رو باست خان سلطان آنچه را که باید بفهمد فهمید آری این جوان مسهور زیبایی من شده و خودش اقرار کرده که اگر پای شاخ نباتش در بین نبود عشق مرا به دل می گرفت. پس معلوم شد که یگان مانع و صدی که بر سر راه وسال او وجود دارد و من در جستجوی آن بودم وجود همین دختری شاخ نبات می باشد. من این صد را به هر قیمتی شده ولو پای جان کسی در میان باشد از بین می برم. خانسلطان سلطان شوریده و اندیشناک از جا بلند شد از لطف و مهمان نوازی صاحب خانه تشکر کرد و خارج شدن. خان میرفت می رفت و برای از بین بردن صد راه به سال نقشه های گوناگونی می کشید. گاهی یک نقشه به حدی در نظرش پرشور و شر و هولانگیز می نمود که از مهابت آن بی اختیار دل در سینه اش می تپید. اسم شاخ نباد پیاپی در گوشش صدا می کرد و آتش رشک و کینه را در دلش شعله ور می ساخت. از حال خود در شگفت بود از این گرفتاری غیر مترقبه فکری که او را از کارهای بزرگش باز می داشت خشمناک و معذب بود. گفتیم که خان سلطان برای تسلط بر شمس دین جوان خمیرگیر تصمیم گرفت که یگان مانع و سطدی را که بر سر راهش قرار داشت را از میان بردارد این سط همان شاخ نبات بود که جوان چشم و گوش بسته را به تور انداخته و به زعم خان سلطان برای خود اسباب تفریح و سرگرمی ساخته بود به واقع به نظرش باور کردنی نبود که یک دختر زیبا و رعنا از خانواده محترمی خاطرخواه خمیرگیر بی سر و پایی شده باشد. اگر هم بنا به گفته مادر جوان خمیرگیر دختر مزبور تا کنون چند خواستگار را رد کرده مسلما این عبا و امتنا به خاطر آن جوان نبوده. بلکه دخترک مردهایی را که خواستگارش بوده اند یا به علت شکل و شمایل و یا فقر و بیبزاعتی و یا به جهات دیگری نپسندیده و اگر جوان آراسته ای که صاحب اسم و رسم و مال و دولت باشد به سراغش برود هم خود دختر و هم پدر و مادرش با منت قدمش را روی چشم خواهند گذاشت اما خان سلطان علاقه شاخ نبات را به جوان خمیرگیر سرسری میپنداشت یقین داشت که هرگاه او شوهر کند جوان با همه مهر و محبتی که شاید به او دارد از بیوفایی دلدار آزرده شده همانطوری که به مادرش گفته بود به همان دختری دل خواهد بست که هم خوشگلتر بود و هم شعر میگفت